سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست غمگین کردن روح القدس. غمگین کردن روح القدس. آیات کلیدی این مطالعه در افسسیان فصل 4 آیات 30 تا 32 هستند. عزیزان، در کلام خدا در افسسیان فصل 4 آیات 30 تا 32 چنین می‌خوانیم: طوری زندگی نکنید که باعث رنجش روح القدس گردد. به یاد داشته باشید که او بر شما مهر زده است تا شما را برای روز رستگاری آماده کند، روزی که در آن به طور کامل از گناه آزادی خواهید یافت. هر نوع تلخی، خشم، غضب، درشتخویی، ناسزاگویی و نفرت را از خود دور کنید و در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید و یکدیگر را ببخشید، همانطور که خدا نیز شما را به خاطر مسیح بخشیده است. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربان، در درک صحیح از آنچه که تو امروز می‌خواهی به ما تعلیم دهی کمکمان کن. همچنین به ما کمک کن تا آنچه را که امروز از کلام تو یاد می گیریم در زندگیمان انجام بدیم. در نام عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین. دوست خوب من، اجازه بدید در همین ابتدا از شما سوالی بپرسم. سوال من از شما اینه که آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چگونه برخی از نگرش ها و اعمال ما ایمانداران به عیسی مسیح میتونند روح القدس را غمگین کنند؟ بله، نگرش ها و اعمال ما ایمانداران به عیسی مسیح اگه بیرون از اراده خدا باشند و موجب جلال نام او نگردند، روح القدس را غمگین می کنند. عزیزان، روح القدس، روح مقدس خداوند یا خداوند در روح، یکی از شخصیت های تثلیث سگانه هست. روح القدس بعد از ایمان آوردن هر شخص به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی در وجود آن شخص ایماندار ساکن میشه و در تمام طول عمر وی در او باقی میمونه. روح القدس در شخص ایماندار به عیسی مسیح ساکن میشه تا به او کمک کنه بتونه در اراده الهی خداوند برای طول عمرش بر روی این کره زمین زندگی شاد و موفقی داشته باشه. به همین منظور روح القدس در تمامی طول عمر هر ایماندار به عیسی مسیح با اوست تا در فراز و نشیب زندگی از او محافظت کنه، او را راهنمایی کنه و قابلیت درک کلام خدا را به وی عطا کنه. عزیزان، روح القدس بعد از اینکه در شخص ایماندار به عیسی مسیح ساکن شد، آن شخص ایماندار را به عنوان دارایی خداوند مهر می‌کنه. اما این به چه معناست؟ اینکه روح القدس شخص ایماندار به عیسی مسیح را مهر می‌کنه یعنی چه؟ دقت بفرمایید. وقتی بیان می کنیم که چون ما به عیسی مسیح ایمان داریم، حال روح القدس در ما زندگی می کنه و روح القدس ما را برای خداوند مهر نموده، دو معنای بسیار مهم داره. معنای اول این هست که ما دیگه از آن خودمون نیستیم و نباید برای رسیدن به خواسته های خودخواهانه انسانی خودمان زندگی کنیم. و معنی دیگر این هست که چون ما ایمانداران به عیسی مسیح متعلق به او هستیم و برای او مهر شده ایم، باید به گونه‌ای زندگی کنیم که منعکس کننده خداوند و منجی من عیسی مسیح باشه.
دوست خوب من، همه ما میدونیم که دروغگویی، دزدی، زنا و این قبیل اعمال کاملا اشتباه و برخلاف خواست خداوند قدوس ما هستند. اما اغلب ما نگرش ها و احساسات گناهالودی مانند خشم، تلخی، رنجش و روحیه نابخشودنی را در خودمون تحمل می کنیم. عزیزان، وقتی ما از عطای بخشش و محبت عیسی مسیح که او سخاوتمندانه به ما عطا فرموده به دیگران خودداری می کنیم، در این صورت تمام جوانب زندگی ما تحت تأثیر قرار می گیرند. اگرچه درد بی‌عدالتی ظلمی که در حق ما شده میتونه قلبمون را بشکنه، اما خودداری ما در بخشش اشخاص خاطی خدا را از فرصت برای جبران صدمه‌ای که به ما وارد آمده محروم میکنه. توجه بفرمایید، وقتی ما مورد ظلم و ستم دیگران قرار می‌گیریم، اغلب از خداوند می‌خواهیم تا اون شخص یا اشخاص خطاکار را تغییر بده و آنها را به خاطر بی‌عدالتیشون پشیمان کنه. اما خداوند می‌خواد تا ما ایمانداران به خودش را متحول کنه. دوست خوب من، روح بخشنده از روح و طبیعت جدید ما که روح القدس، روح عیسی مسیح است، جاری میشه. وقتی اجازه بدیم روح و طبیعت جدید عیسی مسیح موجود در ما که همان روح القدس است در و توسط ما عمل کنه، اون وقت میتونیم دیگران را به راحتی ببخشیم. و نه تنها این، بلکه وقتی اجازه بدیم تا روح و طبیعت جدید عیسی مسیح موجود در ما که همان روح القدس هست در و توسط ما عمل کنه، اون وقت قادر میشیم تا دیگران را با چشمان فیض، رحمت و محبت خداوند و منجیمان عیسی مسیح ببینیم. عزیزان، بیایی درسی را که امروز از مطالعه کلام خدا در افسسیان فصل 4 آیات 30-32 یاد گرفتیم را همیشه به یاد داشته باشیم. این درس که ما روح القدس را غمگین می کنیم زمانی که خشم را در خودمون جای می دیم و از بخشش دیگران خودداری می کنیم. عزیزان، از شما دعوت می‌کنم تا در پایان این تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا در ایمانم به عیسی مسیح گناهانم را بخشیده‌ای و با روح مقدست روح القدس در من به سر می‌بری. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا تو روزی مرا به طور کامل از گناه آزاد خواهی نمود. خداوند، من تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تقدیم می کنم. خداوند، به من کمک کن تا از هر نوع تلخی، خشم، غضب، درشت خویی، ناسزاگویی و نفرت را از خودم دور کنم. خداوند، به من کمک کن تا نسبت به همه مهربان و دلسوز باشم. خداوند، به من کمک کن تا همه را ببخشم همان گونه که تو مرا بخشیده ای. خداوند، به من کمک کن تا هرگز خشم را در خودم نگه ندارم و موجب غمگین شدن روح القدس تو نگردم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم.
همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین. در آن شب مقدس و فروزان منجی ما مولود گشت در این جهان، تشنگان عالم در انتظارش تا او ظاهر شود در جلالش، کلام جسم گردید و آشکار شد، نوری عظیم بر ما طلوع نمود، تمجید کنی مجده سلامتیست، در قوت نام مسیح شود دور غم و اندوه، آنگه بخشد سرور سرودهای شادمانی نعمت چیزهای کنه اینک در گذشته، با لطف او همه چیز تازه گشته، معنی و قدر زندگی در ایساست، او محوره
خوشبختی همه ماست در او باشد جواب هر تقاضا چون